سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم خوب باشین. امروز روز پنجشنبه است، 14 ماه اکتبر، مطابق 22 میزان سال روان، و باز من نذیره از کریمی خبرنگار آزاد از یک گوشه یک کره خاکی یعنی ایالت زیبای ویرجینیا با شما هم کلام هستم. و به قول معروف میگه آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، وای تو بی آورد و پیامت نرسانید. هوای خوشگوار گوارا، اما اخبار متاسفانه مایوس کننده است. هنوز وضعیت مردم افغانستان ناگوار است. فقر اقتصادی داد و بیداد میزنه. طالبان هنوز به تعهداتشون به صورت کامل عمل نکردن. مکاتب هنوز باز نشده. اما یک چیزی که است، گفته خودشان امنیت است، که امنیت در زندان ها هم است. بینی به تناسب زمان زمامداری آقای غنی که عروض کشتار بود، هم کلان غلیمت است، اما در پلوی از مردم او نانم کار داره. اتونه میشه که کشتن خاموش، هم مرگ خاموش که میگه تو بکشش که خونش نریزه، و امشالله اوتر نخواد بود. امیدوار هستیم. شما میبینین که اجلاس دایر میشه در قطر، کشورهای جی 20 یا جی 20 که 20 اقتصاد برتر جهانم وعده کمک داده به میلیاردها دلار یا 100 میلیارد یورو، گپ کم نیست عزیزا، که دیروز اخبارش خدمت شما تقدیم کردم. اما امروز خبر گلاس میگه گله و گذاری، زاری زاری کردم، گله گذاری کردم، همه شبها را شب زنده داری کردم، همه روزها را لحظه شماری کردم، هرچه کردی با تو یاری کردم، غم گساری کردم. طالباز پاکستان گله کردن، عجب. یعنی پروازا 2500 دلار خیلی زیاد شده. اسلام آباد یا پاکستان یا دولت پاکستانی قیمتها را خیلی بالا برده که برای مردم افغانستان خیلی گران است. و پاکستانی کار باید نمیکرد. طالبان هم گله کردند که امو نرخ را که قبل از اینکه اینا بیاین به افغانستان امو را افس کنند. یعنی 2500 از امریکا تا افغانستان 1200 از قیمتش، چطور از مثلا در چند قدمی ما، سرحد ما، همسایه ما، میگه صد خیش اگه همسایه پیش. برحال اداره طالبان گله مندی کرد و در این حالت چی باید میشد؟ پاکستان همون پروازه خود به تعلیق آورد و طالبان مختار داد که اگه ای به این منوال پیش بره قیمت هم تو سرسام آور باشه، اگه باز پروازار اجازه نمیتم. حال گله ماسکیس همی پیش از اینکه طالبات قدرت بگیره در افغانستان، امارات و هندوستان پروازای متعدد داشتن، روزانه چندین پرواز داشتن. حال هندوستان همونه خدا یک بغله گرفته و دروازه پروازش اوایش بسته کرده و امارات هم یک ذره کمرنگ شده. از او جایی که ما با هندوستان دوستی دیری نداریم، کابلی بازار، فیلم خداگواه، ما با موزیک و فیلم های هندی بزرگ شدیم. هندوستان از سالهای قدیمه که من قطفل بودم، شفخانه اندراگاندی و دیگه زیر ساختا و پروژه های زیربنایی زیاد داشت. تعمیر پارلمان افغانستان هندوستان ایرا امت به خرج داده و ایمار کرده. خلاصه حال وقت از ایست که کشور هندوستان موقع نت پاکستان رقیب دیرینه خدا که از این موقعیت استفاده کنه. من دیروز برتان گفتم که پاکستان از افغانستان گاو شیری بر خود درست میکنه، خو همو چیز است. اینالی به نفع پاکستان است. اگر هندوستان به اصطلاح یک از خواب بیدار نشه و یک تکان نخوره، اگر همکاری رو شروع نکنه، پروازایش دوباره با نرخ‌های مناسب به افغانستان آغاز نکنه، دیگه هندوستان از اون منفعت میگیره. دیگه فعلا اوضاع کمک تیره و تار است از لحاظ به خاطر پروازهای هوایی. دیده شوه که وضع به کدام سمت و سو میره و در اینجا وقت از ایست که هندوستان امارات تکان بخوره و همکاری کنه. و مسئله دیگه که گپ از هندوستان یا چه، تعداد زیاد از وطنداران ما به این زندگی میکنن، وضعیت از اونام خراب است که میگه گپ از گپ میخیزه. امیدوار هستم که دولت هند در راستای زندگی و مهاجرین، کسایی که به هند هستن و دوست دارن که اونجا باشن، میگن که موسیقی هند هم بوی عشق میته، عشق هم یک چیز سخت، میگه با عالم هر کجا درد دلی بود به هم کردن و عشقش نام کردن. بر صورت امیدوار هستم، خب وضعیت زندگیشان خراب است، حتی پول خرید یک سیم کارت ندارن. من اینجا میخوایم که با دفتر یونیسیار، دفتر پناهندگان افغانم صحبت کنم که به ادارهشان در هندوستان خواهش کنن یا هدایت بتن که به وضعیت پناهنده های افغان در هندوستان توجه کنند، و انشالله که آله وضعیت به طور است که تمام افغان ها از کشورهای مختلف در وضع رقتاور زندگی میکنند، جای کشورهای مترقی اینا را جا بتند. و خبر خوش که خانم الیزابت جونسون یک خانم است که به وزارت خارجه توظیف شده، دفتر جدیدی که برای خروج محفوظ و معصون
اتباعی خارجی از افغانستان و اونایی که تحت تهدید قرار دارند امیر روند یا پروسه را به اصطلاح می روند سری می سازه و بی آزار بدون جنجال. این خانم دیروز به کارش آغاز کرد که انشالله دیگر نیک کس از بال طیاره میفته و نیک کس اوگار میشه و نیک کس بی فرهنگ و بی کلتور معلوم میشه. یم یک خبر خوش است و ما برتان وعده میتم که در رابطه به وضعیت زندگی پناهجویان افغان در هندوستان یک گزارش و یک پکیج خوب درست میکنم. دیگه به هر صورت ای بود مسئله قیمت تکت ها یا پروازهای افغانستان و پاکستان و کمک اینده ما توجه اینده در ای باره خانیم. از طرف دیگه خبر کشورهای گپ سر کشورهای همسایه و منطقه است. روسیه پوتین اعلان کرده که به اصطلاح یک جلسه را تشکیل میتن که طالبان و سایر رهبران سیاسی بیاین و حرف بزنن تا طالبان به رسمیت شناخته شود و همچنان پوتین اظهار نگرانی از حضور داعش در افغانستان کرده که اگر داعش بیاید مثلا به کشورهای آسیای میانه در آخر خطر متوجه خودشان میشه. دیگه دیده شود که با توجه به این نگرانی روسیه وضعیت افغانستان و حضور داعش یا خطر است که نه تنها برای روسیه داعش برای تمام کشورها خطر است و چنانچه آقای پوتین گفت که داعش یا داعش از روسیه وارد خاک افغانستان میشه و از سوی دیگه تاجیکستان هم نگران است. اوضاعش فعلا در هم و بر هم است با طالبا. دیروز میمان آقای مکرون صدر اعظم فرانسه بود، دیگه اونجا چای هم خوردن، نان هم خوردن و فرانسه وعده داد و گفت که از وقتی که طالب آمده خطر متوجه تاجکستان است که هر دوی از اونها یک موضع گیری داره در مورد افغانستان، چون فرانسه هم مزه تروریست ها را چشیده، به اصطلاح خاطرات بعد از عملات تروریستی در فرانسه دارند و به آقای امام علی رحمان وعده کمک داد که اگر خطر از طرف طالب یا داعش صورت میگیره امرایشان است. خب نگرانی فرانسه، تاجیکستان و روسیه و به همین ترتیب خبرهای دیگه هم خب و همچنان اون خبر خوش گفتم که خانم الیزابت جونز به کارش آغاز کرد. انشالله پروسه تخلیه یا پروسه خروج اتباعی خارجی از افغانستان و اونایی که تحت تعدید است تحت هر شرایط ویزه سایوی پی 1 پی 2 شاید پیتری هم وجود بیایه. خوشخبری بر اونا استند که بند بست سفر بستند و البته خب ما خوش نمیشیم. طالبا باید بسیار خوشحال نباشند که مردم ترک وطن میکنن، اما متاسفانه حالت آمده دیگه و از رای گیری یا در مورد نظرخواهی دیروز ازتان سوال کرده بودم که چند فیصد خوش داره که افغانستان به انزوا کشانده شد و چند فیصد نه. فیصدی زیاد گفته بودند که نه به انزوا کشانده نشه که قربانیش مردم افغانستان میته. یک تعداد معدود 26% به خیالم گفته بودند که به انزوا قرار داده شود که طالبا باید اصلاح شود. میایم سر نظر سنجی یا نظر خواهی امروز که کارکردهای دکتر زلمه خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در امور سال افغانستان چطور میبینن. دو سال متواتر کار کرد تا شالوده کارش این آمدن طالبا شد و فعلا هم بعضیا وزر بر وفق مراد میبینن، بعضیا برعکس. نظرتان در این مورد میخواهیم که کارکردهای آقای خلیلزاده و شاید هم فعلا نماینده امریکا در امور سال باشه. سال هنوز دوام داره اما در جلسه هفته پیش قطر حضور نداشتن. کوشش میکنم که اونا رو پیدا کنم، نظرشان بگیرم که کارشان تا امی دم بود یا ادامه داره تا که به اصطلاح تا این کار به انجام برسانن. در مورد ترکیه هم که میزبان طالبا است یا بود جزئیات چه فردا خدمت شما تقدیم میکنم که روی چی مسائل بحث کردن. ما با ترکا وجوهات مشترک داریم، دوستی دیده نداریم از زمان امان الله خان و اتاتورک. که من یک مصاحبه که با شبکه جهانی یا شبکه تلویزیون یا تلویزیون ملی یا دولتی ترکیه داشتم در مورد قصه روابط اتاتورک و امان الله خان گفتم که اگر امان الله خان غازی خداوند ببخشش نسای مصطفی کمال اتاتورک به گوش می گرفت امروز وضع به این منوال نمی شد یا وضع به این حالت نمی رسید که بسیار مورد توجهشان قرار گرفت. ترکا خانه ما آمد قدر کردن و دوستی ما پایدارتر شد و از طرف دیگه خود ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان گفته بود که مسئولیت فرودگاه کابل یا میدان هوایی حامد کرزی بود. به خیالم که طالبا فرودگاه را دوباره به نام فرودگاه کابل مسما کردن و نام آقای کرزی عصف کردن. خودم آقای کرزی چقدر جگرخون است، خود 4-5 سال بود به نامتان بستان است. دیگه به عمل روابط ترکا و طالبا داره گرمتر میشه ای که در این سفر روی چه مسائل بس کردن یا بس میکنن او را فردا خدمت شما تقدیم میکنم.
ترکی هم زبانش مشکل، میگه زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم. چه خوش می بود اگر می بود زبانش در دهان من. یگان شوخی روا باشه تا فرداش، ما زره به خداوند میسپارم. شب روزتان بخیر، ایام به کامتان باد.